دوستان عزیز، درود بی پایان که کماکان کانال ما رو دنبال میکنید. از دیشب تا کنون یوتیوب و صفحات مجازی پر شده از این خبر که صفحه اینستاگرام پویان مختاری رو هک کردن و پیام‌های خصوصیش رو ریختن بیرون. شما چقدر به درستی این موضوع ایمان دارید و چقدر احتمال میدید که قضیه چیز دیگه ای باشه؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا از راز این موضوع پرده بردارید. دیشب حوالی ساعت 11 بود که یه خبر اومد دال بر این که اینستاگرام پویان مختاری از اینفلوئنسرهای اینستاگرام و صاحبان سایت شرط‌بندی هک شده. اگه حالا نگاهی به این اینستاگرام بندازید، خواهید دید تمام پست‌های اینستاگرام حذف شده و تنها 3 پست در صفحه او باقی مونده. این اینفلوئنسر به خاطر مالکیت و حمایت از سایت‌های شرط‌بندی مورد انتقاد زیادی است. سایت های شرط بندی که اکثرشون متهم به کلاهبرداری هستند. در پست آخر صفحه او، شخصی که خودش رو هکری با نام مستعار کینگ نیما معرفی کرده، با انتشار عکسی با متنی تحت عنوان مفسدین دیگر در فضای مجازی امنیت نخواهند داشت، یا این جمله که این پیج به دلیل ترویج جوانان به فساد و قمار توسط نیما هک شد، نوشته: به نام خدا، این اولین نبوده و آخرین هم نخواهد بود. تک تک شما به درد نخورها که با سایت‌های شرط‌بندی جوان‌های مردم رو به فلاکت می‌کشونید، لیاقت فعالیت اینستاگرام رو ندارید. چون 4 تا بچه گول این فیلم‌های شما رو می‌خورن و با رویای پولدار شدن وارد سایت‌های شما میشن و سرشون کلا می‌ذارید و افسردگیش می‌مونه واسه خانواده‌هاشون. از هر 100 تا دایرکت که دارید، 95 تاش فوش و نفرینتون می‌کنه. اون وقت استوری از رضایت افرادی که وارد سایتتون شدن میذارید. عزیزان، این آقا یک مثال فقط بوده. تک تک آدمای امثال ایشون که سایت دارن، کارشون همینه، فقط دزدی. دلیل اینکه اسمشون رو نمیارم اینه که لیاقت همین رو هم ندارم. سراغ بقیه‌تون هم میام، این تازه شروع ماجراست. برای اینکه بهتر این افراد رو بشناسید، وارد پیج و کانال تلگرام ما بشین. لطفاً تمامی پیج هایی که استوری کردم رو ریپورت کنید، یک بار واسه همیشه از شر این انگلا خلاص بشین. این فرد ضمن اینکه برخی از پیام های صفحه پویان رو با دیگران منتشر کرده، با گذاشتن پست هایی از مردم خواسته صفحه مختاری، ساشا صبحانی، میلاد حاتمی، مونتیرو، محسن افشانی و یکی دو نفر دیگر که ازشون اسم برده ریپورت بکنن. برخی از این صفحات استوری رو پیش از هر تحلیلی با هم ببینیم. در آخر هم این به اصطلاح هکر پست های پویان مختاری رو پاک کرده. خب، ما وارد پیج این به اصطلاح هکر میشیم، ببینیم این آقا چند مرده حلاجه و چه تعداد سایت و صفحات دیگر رو هک کرده. همونطوری که مشخصه، ایشون پیج تلگرامیش رو سپتامبر، یعنی شهریور امسال، رو اندازی کرده. تو این 3 ماه ببینیم چیکار کرده. خبری هم از افرادی که وعده داده بود در کانال تلگرامیش که میخواد اینها رو رسواشون بکنه وجود نداره و با این ترفند ماها رو کشونده به صفحش تا مخاطبینش رو تعدادش رو اضافه کنه. آها، پیج ساشا صبحانی رو ایشون هک کرده بوده. اینجاست که دوم خروس میزنه بیرون. بریم ببینیم جریان هک ساشا صبحانی چی بود. ساشا صبحانی ابتدا به نظر میرسه صفحش هک شده،
اما بعد از ساعتی خودش مدیریت صفحش رو در دست میگیره و لایوی میذاره و ادعا میکنه که یه ساعته با قدرتی که داشته صفحش رو پس گرفته. اوکی بچه من دوباره میام تو لایو، پیجم رو برگردوندم الان براتون. حالتون چطوره بچه؟ همونجور که دیدید پیجم واسه یه ساعت هم نشد حک شده بود. آره ولی پیجم من برگردوندم. قبلا ساشا خان مدیونی، اگه فکر کنی که ما فهمیدیم دستت با این به اصطلاح هکر توی کاسه است، برو عمو، تو گفتی ما هم باور کردیم. تو موضوع هک خود ساخته صفحه ساشا که خب ساشا خان بود و این اسمش چی بود آقای هکر با این آرم نشانش، بگذاریم. حالا تو این سوژه جدیدی که درست کردن هم هر دو این افراد هستند و یه پویان مختاری اضافه شده و صفحه هم به جای صفحه ساشا صبحانی شده صفحه پویان مختاری. به پستایی هم که در صفحه پویان پاک شده توجهی نکنید، چرا که ازش بکاپ گرفتند و چند روز دیگه دوباره سرپا میشه و پویان با یه قیافه بشاش میاد جلو دوربین لایو و به ریش هممون میخنده. خب دوستان دیگه الان فکر کنم کاملا براتون روشن شده که این چند ضلعی منحوس ساشا صبحانی، پویان مختاری، تتلو، امین فردین، دنیا جهانبخت، نیلی افشار و چند نفر دیگه حسابی روی این گونه خبرسازی ها و ایجاد حاشیه حساب باز کردن و ما هم غافل از این که همه اینها بازی بیشتر برای جذب فالوور و مخاطب نیست، هر بار فکر میکنیم که خبرهای حاشیه‌ای که از اینها روی سایت های خبری و فضای مجازی میاد درسته و خبر اصالت داره. اگه هنوز شکی در این باره براتون باقی مونده ازتون دعوت میکنم به خبرهایی که در چند روز گذشته درباره دستگیری نیلی افشار توسط پلیس اینترپول و فرار پویان مختاری از ترکیه رو یه بار دیگه ببینید و خبرهای بعدش رو که حاکی از نادرست بودن این خبرهاست. همیشه همینطور بوده، یعنی ابتدا یه خبر جنجالی رو میسازن و روش کار میکنن تا همه رو به سمتش جلب بکنن و این وسط یه عده‌ای که هنوز صفحات اینا رو ندیدن و فالو نکردن وارد میشن و مطالب و صفحات اینا رو دنبال میکنن و اینطوری میشه که هر هفته یه بار یا ماهی چند بار در اوج خبرها قرار میگیرن و یه چند صد هزار به فالوورشون و طرفداراشون اضافه میشه. در مورد اخیر هم ابتدا خبر اومد در داخل کشور فعالیت‌هایی داره صورت میگیره تا سایت‌ها و صفحات این قبیل افراد و درگاه‌های دریافت پولاشون رو شناسایی کنن و ببندن و کلی این خبر بازتاب پیدا کرد. اینا پیش خودشون فکر کردن تا چنین اتفاقی نیفتاده بیاییم و یه تعداد دیگه فالوور جذب کنیم و یه عده دیگه رو بکشونیم به سایت‌هامون و جیباشون رو خالی کنیم تا حسابامون پروپیمون باقی بمونه. راستی یه نکته دیگه و اون هم اینه که اگه این آقای نیمای به قول خودش هکر راست میگه و هدفش رسوایی قمارخونه داره و هک وبسایت‌های اونهاست، چرا سایت حضرات پویان مختاری رو که اصل جریان یعنی کلاهبرداری و خالی کردن پول جیب مردم و بچه‌هاشون اونجا در جریانه رو هک نکرده؟ اندکی التماس تعقل ازتون میخوام که اگه تاکنون عضو کانالمون نشدین ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آخرین مطالب کانال دکمه زنگوله رو کلیک بکنید. اگر هم مطالب این ویدیو رو مفید دونستید برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید.